آخوند قزوینی، دست علی دست خداست. ولی من همین رو متوجه شدم که گفتن که بعضی از اشعاری که از اشعاری که این خواهرمون خواند، اگر دست علی دست خدا نیست چرا دست دیگر مشکل گشا نیست. اینها خواهر عزیزم، برادر عزیزم، ما اینها رو غلو نمی دانیم. اینها خب ید الله فوق ایدیهم ائمه علیهم السلام را ما مظهر اسمای الهی ما می دانیم. حالا وهابی ها بخوان قبول بکنن یا قبول نکنن. بینندگان گرامی، رافضیان غلو را به اندازه‌ای رساندند که ائمه بزرگوار را خدایانی دیگر می پندارند و می گویند اگر دست علی دست خدا نیست چرا دست دیگر حاجت روا نیست. جای تعجب اینجاست که این عده معتقد به عصمت 14 نفر هستند و از هزاران امامزاده حاجت می خواهند. آیا همه این افراد دست علی هستند؟ اگر جز دست علی حاجت روا نیست چرا بر مزار صدها هزار امامزاده می روند؟ و یا اینکه همه این دست ها دست علی هست و دست علی هم دست خدا؟ آیا کسی می تواند این معما را برای ما حل کند؟ این آخوند برای توجیه این غلو و افراد می گوید ائمه مظهر اسماء الله هستند و یا به عبارت دیگر خدایان دیگری هستند که تمام صفات الهی را دارا می باشند. به همین دلیل برای توجیه این نکته آیه ید الله فوق ایدیهم را ذکر می کند، چرا که معتقد است ائمه دست های الله عز و جل می باشند. پس با وجود 100,000 امامزاده باید گفت الله عز و جل 100,000 دست دارد. پروردگار پاک و منزه است و بسی برتر و بزرگتر از آنچه می گویند. یه تفاصیل رو میارن که نه خدا گفته نه پیغمبر، تو هیچ قوطی عطاری نیست. خب این مباحثی رو که از واد شکم هرچی بیاد بالا بگن که اینا منطقی نیست.